خروجی بیماری سرایت کووید 19 سرعت اقتصاد ملی در قسمت بیشتری ممالک دنیا را سوست کرد و سطح بیکاری در جهان را سرعت بی‌سابقه بخشید. با وقوع پیوستن این حالت را کارشناسان بین المللی دوام چند سال اخیر باری اول ارزیابی میکنند که آن باعث تنزل جدی اقتصادیات جهان گردیده است. ابراز داش وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان با اقتباس از نقطه های پیام پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی مملکت. جمعومت که اصلا با هدف آموزش و بررسی نقطه های در پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به مجلس عالی ایروه گردیده برگزار گردید. اشتراکچیان از مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان و دیگر ساختارهای مربوطه نیز شرکت نموده ابراز داشتند که پاندمیه اقتصادیات کشورهای زیادی جهان از جمله رشد اقتصادی ملی تاجیکستان را نیز از تاثیر منفی خش امین نگذاشت، ولی ملت ما با اجرای سری وقتی دستور سپارش های رهبریت عالی دولت و حکومت توانستند که در سمت پیشگیری از پیامدهای بحران و حفظ امنیت اقتصادی مملکت کارهای نظر از انجام دهند. نتیجه روی دست گرفتن همین تدبیرهای مشخص و سری وقتی بود که استواری نشان دهنده های مکرو اقتصادی تامین گردیده در سمت بهتر نمودن سطح و صفات زندگی اهالی تمایل های مثبت نگاه داشته شدند. تدبیرها در سمت وسیع نمودن میدان کشت کارتوشکا و غلادونگی ها باشد، باعث تا 8.8% رشد نمودن سوهای کشاورزی در این دوره گردید که این رو میتوان محرک پیشبرنده اقتصادی ملی ارزیابی نمود. مورد به ذکر است که سال 2020 اقتصاد کشور تا 4.5% افزایش یافته، حجم مجموع محصولات داخلی به 82.5 میلیارد سومانی برابر گردید. در این دوره 9.7% افزایش یافتن حجم استحصال محصولات صنعتی، کشاورزی 8.8% و گردش سودای خارجی 0.8% از جمله صادرات در حجم 19.8% زمینه رشد اقتصاد کشور را به وجود آورد. در انجام وزیر رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان زوقی زاده زوقی امین اجرای بنده های مربوط به رشد اقتصادی ملی را که در پیام امساله سروری دولت محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی ایروه گردیدند، برای هر یک کارمند وزارت وظیفه اولین درجه ارزیابی نمودند.